سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه دوره پانداس. این جلسه میخوایم در رابطه با یک فانکشن صحبت بکنیم، یک متد صحبت بکنیم که خیلی خیلی پرکاربرده و تقریبا تو همه فایل های شما وجود داره، یعنی تو همه کدک شما می‌نویسید احتمال خیلی زیاد این وجود داره. فانکشنی که میخوام راجع به صحبت کنیم به ما کمک میکنه که بتونیم فایل های خارجی رو ایمپورت بکنیم داخل پروژمون. این فایل میتونه بچه فرمت های مختلفی داشته باشه که ما برای هر فرمتش یک متد داریم. متدی که میخوام این جلسه راجبش صحبت کنیم بهش میگن read csv، که همونطور که از اسمش معلومه برای خوندن فایل های csv. فایل csv هم شبیه فایل های اکسل، فقط یه ذره حالت ساده تر و گرافیکش رو نداره. خب بریم، میخوام فایل ایمپورت کنیم. اگر از جوپیتر نوتبوک استفاده میکنید، تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که بیاید اون فایل های CSV یا هر فرمت دیگه که هست، اکسل، جیسون، هر چی که هست رو دقیقاً بریزید تو دایرکتوری پروژهتون. اما اگه دارید با گوگل کلاب کار میکنید، این منوی سمت چپ رو باید چالانه کنید. این منوی سمت چپ که علامت فولدر رو باز میکنید و اون فایل رو درگ میکنید اینجا. یا این فایل، این دکمه آپلود هم بزنید، میتونید برید تو خود دایرکتوری ویندوزتون بخونید. من میخوام درگ بکنم، یه فایل دارم به نام پوکمون که همون بازی ژاپنی است، اینو میارم جا درگ میکنم. اوکی، یکی دیگه هم دارم، میخوام اونم بیارم به نام کدومو بیاریم که خدا رو راضی، خدا خوشش بیاد، گوگل، نه اینو بیاریم گوگل استاک پرایس. این پایین یه چیزی پر میشه، حالا بس به حجم فایل و اینجا آپلود میشه. یه نکته اینجا بهتون بگم، اگر دارید رو فایلی کار میکنید، فایل CSV یا اکسل یا هر چی که هست، اگر حجم فایل زیاد نیست، در حد مثلا کیلوبایت و مگه، مشکلی نیست، همینجا درگ بکنید اینجا استفاده کنید. اما اگر حجم فایلتون بالاست این کارو نکنید. چرا این کارو نکنید؟ اگر شما این پروژه رو ببندید دوباره باز کنید، باید این فایل رو دوباره آپلود کنید. حالا اگه حجم فایلتون بالا باشه، یه زمانی رو باید بذارید برای آپلودش. راه حل چیه؟ این بالای گزینه ای هست به نام گوگل درایو که شما میتونید فایل رو، اون فایل حجم بالا رو یک بار توی گوگل درایوتون آپلود بکنید، از گوگل درایوتون اینجا بخونید. دیگه نیاز به آپلود مجدد هم نداره. این راه حلی که وجود داره. که دقیقا شما وقتی اینو میزنید mount drive، اتفاقی که میفته اینه که یک دقیقا نسخه از اون درایو گوگل، گوگلتون اینجا درست میکنه، mount میکنه اصطلاحا. بریم سراغ متدمون. من میخوام فایل پوکمون رو اونجا بخونم و ببینم چه شکلی میشه. خب مینویسم pd دوباره dot read underscore csv. رید اکسل هم داریم، ریدای دیگه هم داریم که حالا ما جلوتر دستمون بره میبینیم. اسم فایل رو بچه اینجا میزنم، یا کنید نمیشه فایل پت. فایل من تو همون دایرکتوری پروژه هم، اگه داخل یه فولدر بود اول اسم فولدر رو مینوشتم. پس مینویسم پو که مون دات سی اس فی، کامل باید بنویسید بچه. فعلا تو همین جاشو ببینیم، بعد حالا من پارامتر دیگه این دستور این فانکشن رو بهتون بگم. خب خروجی که به شما میده دوستان یه همچین شکلی داره، اصطلاحا به خروجی پیشورز رید سی اس وی میگن دیتا فریم. ما راجع به دیتا فریم بچه‌ها مفصل صحبت خواهیم کرد، سه تا فصل اختصاصی فقط برای دیتا فریم داریم، سه فصل که انشالله فصل بعدی شروع میشه. پس فعلا باش کاری نداریم با دیتا فریم، میخوام ما اینو تبدیلش کنیم به سری اس. دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که اگه شما قرار این تبدیل کنید به سری اس، بعد مشخص کنید کدوم ستون رو میخواید. من ستون پوکمون رو فقط میخوام، پس میام اینجا یه پارامتر داره به نام یوز کالز، میگه از کدوم ستون میخواید استفاده کنید. میگم من میخوام فقط از ستون پوکمون استفاده کنم فقط. همچنین یک پارامتر دیگه داریم به نام اسکویز، این رو هم باید بذار رو حالت ترو اگر میخواید تبدیلش کنید به سریس. من این رو می‌نویسم داخل یه وریبلی به نام پوکمون.
اینو اجرا میکنم. خیر، حالا بریم پوکمون رو ببینیم. این پوکمون ما چند تا داده توشه؟ اینجا نوشته 721 داده توشه. ما به صورت پیشفرض 5 تای اول رو میبینیم با 5 تای آخر. الان بهتون میگم چجوری بتونید هر چند تا که دوست دارید از بالا یا پایین رو میتونید ببینید، ولی دیفالتش اینه. میشه دیفالتش رو عوض کرد و چیزی که شما میخواید رو ببینید. خب بریم یه دیتا ست دیگر هم بیاریم. من همین رو کپی میکنم برای که وقتمون نره. اسمش رو میذارم گوگل یا گوگل و گوگل اندرسکور استاک اندرسکور پرایس، چون من نمیدونم کدوم ستوناشو میخوام. اول اینا رو برمیدارم فعلا. فعلا اینو اجرا کنیم. چی شد؟ نو ساچ فالو دارم. چی نوشتم؟ گوگل آن پی سی اس ویشون یادم رفته بیزم دات سی اس وی. خب این گوگل اولش هم برمیدارم. خب یه دونه ستون بیشتر نداره خدا شکر. اسم ستون اینجا کپی میکنه، میتونید از همینجا هم کپی کنید بیاد اینجا بذارید. بعد میزمش داخل یه ولی بیاری به نام گوگل و گوگل رو میگم بهم نشون بده. دقیقا مشابه بالایی 5 تا بالا 5 تا پایین رو به من نشون میده. 3000 تا هم طول داره. دیتایی بشه بچه از نوع فلوت 64، بالایی از نوع آبجکت یا استرینگه. خب من بهتون گفتم که به صورت پیشفرض ما 5 تا بالا و 5 تا پایین رو میبینیم، ولی میتونید اینو خودتون تغییر بدید. اگر خواستید دیتاهای بالا رو ببینید با دستور هد میبینید. هد خالی 10 تا بالا رو نشون میده بچه ها. یا کنید 10 یا 5 بذار فکرم 10 تا 5 تا ببخشید 5 تا رکورد بالا رو نشون میده دستور هد. اما میتونید عوض کنید، مثلا میتونید بزنید 10 تا، 10 تا بالا نشون میده. پس میتونید عدد بدید، میتونید عدد ندید و فقط 5 تا رو ببینید. میتونید از پایین هم ببینید بچه ها. گوگل دات تیل اگه خالی بذارید 5 تا آخر نشون میده. نکنید دقیقا این 5 تا نشون میده بچه ها. ولی میتونید عددش رو تغییر بدید، مثلا 15 تا رو نشون بده، 15 تای آخر رو نشون بده. پس اگه خواستید دیتاتون رو اول یا آخرش رو ببینید میتونید از دستور هد یا تیل استفاده کنید. این هد تیل هم متد هستن بچه ها، چون پرانتز دارن. و این عددی هم که پاس دادیم چی میشه بچه ها؟ جلسه قبل صحبت کردیم، آرگومان میشه، پارامتر نیستن اینا، آرگومانن. خیلی خب اینم از بحث رید سی اس وی. بریم بیام جلسه بعدی بحث رو ادامه میدیم. فعلا خدافظ.